سلام، این هفته درد دل این هفته دیر شد، خلاصه نمیدونم، مشغول شدم به خیلی کارهای دفعه، دیدم دو سه روزم گذشت. حالا این هفته راجع به یه مطلبی صحبت میکنم که همینجوری هی میاد و میره جلو چشمه. من یه مقداری به خانواده پول میدم، مثلا یه صرافی هست اینجا، اونم یه صراف تو ایران میشناسه، اونجوری ها پول میفرستیم. خلاصه قبلا دلار بود 14 تومن، 15 تومن، بعد شد 17 تومن، بعد شد 20 تومن، الان شده 21.80 صدام، یه هم چیزی. خلاصه از یه طرف خانواده هی فشار میارن، میگم بابا این پولا رو خیلی ارزون میفروشید، بیا بفروش 17-18. خلاصه انقدر اومدن گفتم، منم به صرافی گفتم که بابا این پول رو از قیمت بازار 2-3 تومن ارزون تر بده به اینا دیگه، انقدر نگرش ندار، چون میره بالا دوباره میایم سراغت یا اونا میان سراغت. خلاصه حال و حوصله نیست، ولی از یه طرف اینا راضی هن، از یه طرف من که از ایرانی های خارج از کشور هستم یه مقدار محل غمه، محل ناراحتیه، به خاطر اینکه وقتی این آدم های دل دوز، آدم های که فقط مثل سگ دنبال یه چیزی افتادن بلش نمی کنن. دیدی مثلا سگای هار پاچه آدم می چسبه، هر کاری میکنی، مثلا اگر دندونه به گوشتم خورده باشه دیگه اون قسمت از گوش پاره میشه. اینجوری هم خیلی از این سرمایه‌دارای داخلی اینا فرقی با اون سگای هار ندارن، با اون قارون ندارن و همه چیزها رو احتکار میکنن، حتی کوچکترین توجهی ندارن به اینکه این دلار خودش چقدر ریسک تو این دلار هست، چقدر احتمال اینکه یک سقوط بسیار شدید داشته باشه تو این دلار هست. حتی به خودشون زحمت نمیدن که برن مطالعه کنن ببینن که در عرض یک سال گذشته این دولت آمریکا که یک دولت بسیار ورشکسته است، یه امپراتوری مرده است در حقیقت، چقدر پول چاپ کرده. اصلا تخمیناش هم نیست، ولی اون ارقامی که میبینم من از توی خبرهای اینجا هست که اینا یه چیزی حدود 7 تریلیون تا 10 تریلیون پول چاپ کردن و همین مدت کوتاهی که بعد از اینکه کرونا آمد خیلی کاسبی اینجا تعطیل شدن، چون دیگه مردم نمیتونن به راحتی خرید و فروش کنن. تخمین شده که 41% از تمام کمپانی‌های کوچیک آمریکا درشون بسته و حدود 50% خود مردم آمریکا، اونایی که سیتیزنن و اینا، اصلا از شغل بیرونن. در طی همین مدت دولت اینا به اینا خیلی مردم که شغلشون از دست دادن بیمه بیشغلی دارن اینجا. این بیمه بیشغلی بر مبنای 50% 60% اون مکسیمومی که در طی خدمت میگرفتی، ولی دولت شون اومده گفته ما به خاطر اینکه موقعیت اضطراری بوده بهتون همه هر کسی $600 در هفته میدیم. و بانک مرکزی اینا اینجا بهش میگن The Fed در حدود نمیدونم 1.5 میلیون، 2.5 میلیون، 2.5 تریلیون، نه میلیون،
حالا میگم فرق تریلیون و بیلیون و میلیون چیه، ولی در سری اول این چکای اضافی که اینا دریافت کردن، پولای اضافی که اینا دریافت کردن، یه سریشون بوده، یه سریش هم به خیلی از مردم که چه شغل دارن چه شغل ندارن بهشون $1,200 استیمولس پکیج دادن. استیمولس یعنی چکی که همینجوری میاد. در زمان بوش هم این اتفاق افتاد، رفت دادن جنگ عراق، اقتصاد اینجا حسابی خوابیده بود، همینجوری چاپ میکنن پول قشنگ. اینجا هم چاپ کردن پول برایشون زحمتی نداره، توی کامپیوتر مرکزیشون چند از صفر اضافه میکنن. به نظر من تخمیم 7 تریلیون تا 10 تریلیون عدد چندان دور از واقعیت نیست. بعد تریلیون معادل 1000 بیلیونه و هر بیلیون هم 1 بیلیون مساوی 1000 میلیون دلاره. خب پس اینا هر بار که 1 تریلیون دلار چاپ میکنن یعنی 1 میلیون دلار 1 میلیون 1 میلیون دلاری چاپ میکنن، یه هم چیزی، یه اعداد وحشتناک. وقتی هم که این پول میره توی بازار، الان دیگه پول آمریکا که همه جا قبول میکنن دیگه دلار رو، میره در تمام بازارهای جهانی. بعد خیلی بانک‌های مرکزی هم اینو به عنوان پشتوانه بانکشونه. بعد و حالا حساب کن تو یکی یه روزگاری یه اتفاق گفته، این همه آدم های سرمایه گذار الاغ که هیچ چیزی توجه نه، فقط به حرف همدیگه نگاه میکنن. مثلا مسئله اینا مثل یه سری بزغاله میمونه که دنبال بزغاله شاخدار اولی میرن جلو. اینا یکی از این روزا بلند میشه تلویزیون باز میکنه میگن که ببخشید این دلار ما 30% سقوط کرد دیشب به خاطر اینکه میدونی چیه، به خاطر اینکه این کمبود طلا هست. طلا هم که میدونی چیز دیگه، پول واقعیه دیگه، اینی که ما داریم یه خود قلابیه. بعد چون که کمبود طلا هست قیمت طلا رفته بالا و وقتی که قیمت طلا میره بالا قیمت دلار هم میاد پایین دیگه، چون طلا پول واقعیه، دلار هم پول اعتباریه به اعتبار ما که ما هم خودمون بی اعتباریم. خب 30% اومد پایین. خب حالا وقتی که این آدم های دل دوز محتکر، آدم هایی که وطن فروشن، اینا فقط قیمت این دلار رو هر روز هی میبرن بالا، اینا وقتی که اینا این کارو میکنن به چند تا تأثیر داره روی اقتصاد همه. اولا اینکه بعضی کالاها رو الان دیگه خیلی کالاها رو خود ایران تولید میکنه، خیلی کشاورزی ها رو خود ایران تولید میکنه. بعد ولی بعضی چیزا هست که مثلا ایرانی ها هنوز از کشورهای خارجی، مثلا اگر تو بخوای بری مکه یا بری عتبات یا مثلا با کشورهای عربی چیز داری قرارداد داری یا مثلا با بعضی کشورهای دیگه، خلاصه پول اونا خیلی به دلار وابسته است و برات دشوار میشه که برای ایرانی مثلا اگر یه قلم جنس باشه که دیگه نشه توی ایران تولید کرد دیگه به دشواری میشه اینو خرید یا قیمتش خیلی میره بالا. ولی تأثیر ثانوی این که داره، چون ارزاق و بعضی چیزها خیلی گرون میشه، اینا که تو داخل هستن توی مثلا کشاورزی هستن توی مثلا صنایع دیگه مجبور میشن که اینو خودشون تولید کنن. نه تنها
قیمت تولید همه چیز سقوط میکنه به خاطر اینکه از باید از کارگر داخلی، از مواد اولیه داخلی استفاده کنن و دومان که توی اونایی که تولید کننده داخلی هستن نمیتونه همینجور قیمت رو هی ببرن بالا، چیز میشه دولت میاد یخشون رو میچسبه و این خودش باعث میشه که تولید داخلی یا تولید اقلام و اجسام و چیزهایی که خودمون میتونیم بسازیم ولی فعلا نمیسازیم اونا بیشتر بشه. ولی برای دولت، برای صنایع بزرگ مثلا اگه یه چیزی کم بود باشه یا بخوام با خارجم، برای اونا دشواری تولید میشه، قیمت داراییشون میاد پایین. مثل این که مثلا تو $1,000 داری، با $1,000 میتونستی مثلا یه قرارداد خیلی کوچیکی ببندی با کشوری مثلا مثل بلغارستان یا رومانیا، مثلا یه چیزی بخری. حالا اون $1,000 کمتر میخره چون بیچاره هم پولشون وابسته شده به یورو یا دلار. هیچی، یه اختشاش درست، اختشاش اقتصادی درست میکنه، یه تورم بسیار بیدلیل عوضی تولید میکنه و همینجور. ولی کارمندا و کارگرا و صنایع داخلی رو به کار میکشه و مجبورشون میکنه هزار جور چیز درست کنن، ولی صدمه میزنه به روابط اقتصادی، روابط سیاسی که بعضیش هم دولت مثلا پول میده جلب توجه دولت‌های خارجی بکنه، به اونا صدمه میخوره. بعد در گذشته دولت ایران حالا هم این کار رو میکنن، هر از چنگای این داستان ها ادامه میده تا قیمت دلار میره بالا. بعد دولت ایران اوایدش به صورت یکی از سالا که منتشر کردن حدود $380 بیلیون بوده از فروش نفت، از فروش نفت زیرزیرکی یا به طلا یا پایا پای به کشورهای مختلف، حتی در دوران تحریم ها اینا وضعشون از لحاظ دارایی و وضعشون از لحاظ مالی بد نیست. خیلی چیزا هم الان خودشون تولید میکنن که میتونن بفروشن، حتی از نفت هم بیشتر پول در بیارن. و چیزی که اتفاق افتاده اینی که این پول ها یه نوع تورمی در دارایی پیدا کرده. اینا حقش اینه که این پولایی که اضافه است و به مصرف تولیدات جنگی و نمیدونم سرباز و اینو نمیده، به مصرف مثلا نیروهای نیابتی نمیده، اینا رو بذارم وارد اقتصاد بشه، وارد بیفته دست مردم. یه مثل رایانه، یه تأثیری که این کار داره اینی که اولا از فساد در سطوح بالای دولت جلوگیری میکنه، چون پول که مال صاحبشه که مردم باشن میاد دست خودشون. بعد اینا که دست اندر کارن و این پولا رو این ورور میکنن و خرج صنایع میدن و خرج، اینا دستشون کوتاه میشه از پولهای گنده تر. اینا هم چیز میشن، یه خود روشون کم میشه، کمتر هار میشن. دوم این که از کودتاهای اقتصادی و سیاسی و نظامی و اینا جلوگیری میشه. بعد وقتی که پول خودمون، پولی که اضافه است از نفت، از این همه صنایع دولتی میاد دست مردم خودمون، یه کشورهای خارجی و حرومزاده مثل آمریکا یا اسرائیل این قدرت مالی اینا دیگه نمیتونن پول بدن جاسوس استخدام کنن، پول بدن
اعتصابی و نمیدونم هوارکش و نمیدونم چابوکش استخدام کنن. اینا چون مردم دستشون پول دیگه، پول اضافه، میتونن اولا اون پول میره به مصرف اصلی و درستش میرسه و صنایعی که مردم خودشون احتیاج دارن، برای خودمون احتیاج داریم، اون صنایع پا میگیره، نه اون صنایعی که تولید میکنن بفروشن به خارج. ولی نیازمندی های داخلی معطل میمونه. مثلا اگر پول اضافه نفت یا پول اضافه دولت به شکل رایانه درست بیاد دست مردم، خب میرن چیزایی رو که احتیاج دارن میخرن، مثلا میرن ساختمان سازی یا خونه سازی ارزون خیلی وسعت میگیره، چون خیلی مردم از این لحاظ در فشارن، یا تولیدات چیزهایی که مصرف برای شخص داره، نه برای کارهای دیگه. تأثیر منفی هم خواهد داشت که اینکه چون مردم پول دستشون میاد، اینا هم یه جور دیگه حال میشن و این پول میره تو مصرف مواد مخدر و نمیدونم آوازخون و از این حرفا. ولی خب اون یه چیزیه که باید با فرهنگ خودمون باش مقابله کنیم. ولی جلوی این ترقی دلار رو باید گرفت، باید اینا رو اول اینکه چون پول خیلی زیادی دست دولت هست از فروش نفت، از فروش تولیدات زیاد داخلی، هر از چنگاهی یه پول کلفتی مثلا بگو 200 میلیون دلار، 100 میلیون دلار، برای بازار داخلی یه پول خیلی زیادی این، ولی برای دولت ایران با این همه دارایی‌های مخفی و غیر مخفی پول کمیه. این پولو به شدت وارد بازار ارز میکنه که خیلی از این اشخاصی که این کارا رو میکنن، این قیمت دلار رو به شکل کاذب میبرن بالا که اینا ضرر بکنن، دست از این کار بردارن. چون اولا خود دلار در بازارهای جهانی احتمال سقوطش خیلی زیاده، دومان هم این که به همه جور تولید ناراحتی برای مردمان مختلف به شکلهای مختلف میکنه، و در ضمن جلوی فساد در سطوح بالای دولت، جلوی فساد ثروتمندان جیب پر، خیلی پولدار رو میگیره، چون جلوی یه نوع احتکار گرفته شده. مثلا اگر یک سرمایه‌داری چغندر قند رو احتکار بکنه، قیمت چغندر قند به شکل کاذب خیلی بالا بره، دولت کاری که معمولا میکنن این که زمینایی که دولتی هست چغندر قند زیاد رشد میدن، بعد اونو وارد بازار میکنن، خیلی از این محتکرین رو ورشکسته بکنن. راهش همینه. و راه دیگه ای که دولت ایران هم قبلا از این استفاده میکرد، البته راه اولین هم فکر کنم در راه، حالا میگه دولت یه کارایی میکنه از اون جست گریخته که به طور تناوبی این کار رو اجرا میکنن، ولی راه دوم هم این که مثل رضا شاه، مثل شاه عباس کبیر عمل کرده باشی. شاه عباس کبیر هر از چنگاهی یکی از این سرمایه‌دارای خیلی بزرگ، بعضی وقتا هم وزیرا بودن که خیلی با نفوذ و خیلی محکم بود کارشون. در تاریخ خوندم که مثلا یه سرمایه‌دار خیلی بزرگی بود، حاجی بود، که شاه از طریق این با عثمانی‌ها معاملات تجاری میکرد. خلاصه این خره
یه سری پول شهر هم بالا کشید، یه معاملاتی شد و یه اضافه واسه خودش هم یه چیزای محکمی گذاشت. بعد از خطه عثمانی برگشت دیگه، برگشت تهران، برگشت تو اصفهان. شاه عباس هم گرفت اینو جلوی مردم ملای عام اعدامش کرد. البته دولت ایران هم از این کارا میکنه، مثلا یک در دوران گذشته تحریم یه سرمایه داری بود اسمشو بیارم نیارم که این 2 میلیارد دلار پول دولت ایران رو خورد، چون از طریق این دولت ایران معاملات تجاری میکرد با کشورهایی که ایران رو تحریم کردن. اینم حسابی واسه دولت کاش دولت احمدی‌نژاد شده گرفت اینو اعدامش کرد. حالا نمیدونم پولاشو که برداشته بود این ورانور فرستاده بود چجوری دوباره گرفتن. معمولا دولت ایران خیلی سخت کوشی در این مورد. یه مورد دیگه هم که خیلی مشهور بود که یکی بود که دو نفر بودن که احتکار طلا میکردن، بعد از خونهشون انبارشون نمیدونم چند تون 100 تون طلا، یه عدد وحشتناکی که این همه طلا نباید دست یک سرمایه گذار باشه، این همه طلا باید دست بانک مرکزی ایران باشه و اشخاصی رو که اینجور میگیرن باید بگیری بکششون و این طلا رو ضبط بکنی و مقدار اضافه‌ای که باعث احتکار بوده ارزون تو بازار آزاد بفروشی. البته وقتی من روزنامه های داخلی رو میخوندم نوشته بود که این شخص چند بار به دادگاه رفته بوده، چند فقره جرم قبل از اینم بوده و زندان گرفته و جریمه و اینا، ولی این اشخاصی که خرپولا و سرمایه‌گذارا اینا خیلی سمج و مصرن و اگر قوانین در موردشون اعمال نشه اینا به تدریج همه رو میخرن، مثلا دولت رو میخرن، سیاست مداران رو میخرن، میشه مثل آمریکا یا اسرائیل. راه بهترش اینه که اینا رو بگیریم بکشیم و درس، البته درس عبرت میشه و اون چیزی که جمع آوری کردن ببخشید چه از دلار باشه چه از طلا، اونا رو ارزون تو بازار بریزیم که کمر بقیه اینا شکسته بشه. خلاصه این مطلبی بود که این هفته به نظر رسید و الان دولت آمریکا یا بانک مرکزیشون داره یه عالمه پول چاپ میکنه و سهام خودش هم داره میخره، یعنی بازار سهامش داره میره بالا. ببخشید ولی اگر قیمت های سهام های آمریکایی رو استاک مارکت بهش میگن دیگه، داو جونز، به دلار حساب کنیم داره میره بالا ولی به طلا حساب کنیم داره میاد پایین، یعنی طلاست که پول حقیقیه و احتمال سقوط دلار خیلی بالاست. به هر حال امیدوارم که از این درد دل هفته خوشتون اومده باشه. الان من صدام گرفته دیگه نمیتونم دراز مدت صحبت کنم. این حضرت پیر میتونه ساعتها صحبت کنه ولی من یه نیم ساعت که صحبت کنم دیگه زوارم در رفته، ولی خب چه میشه که من اونجور نیستم، اون قدرت ها رو ندارم. البته مطالب زیاد دیگه هم هست راجع به این موضوع. یه مطلب دیگه هم هست که توی کایزر ریپورت راجع بهش صحبت کردن،
که وقتی این همه پول کاذب وارد بازار میشه یه سریش میره تو کریپتوکارنسی بیتکوین، یه سریش میره تو طلا، انگار که شما یه بادکنکی رو حسابی پر از هیلیوم بکنی، اگر کوچکترین سوراخی چیزی بدوشه همه این اینا میره یا تو یه بادکنک دیگه یا میره بیرون محل مصرف درستش. حالا چند تا مطلب دیگه هم هست راجع به این موضوع، ولی من مسلمانم، اعتقادم اینه که این چاپ پول قلابی و کریپتوکارنسی یا بیتکوین ها و پولهایی که شبیه بیتکوین هم مثل الکترونیک، این یه ربطی داره به این پیشگویی حضرت نبی راجع به دجال. این دجال وقتی که میاد، چون یه پیغمبر کاذبه، میتونه از طریق شیاطین، از طریق تکنولوژی های مختلف همه جور معجزه بکنه، همه جور نیازمندی ها رو برطرف کنه. ولی این یک نوع دروغه، یه نوع خدای کاذبه. این پول چاپ کردن دولت آمریکا هم یه نوع خدای کاذبه. البته بعضی از محققین اسلامی اومدن گفتن که این دجال همین دلار آمریکا، چون یه چیز مثل اهرام ثلاثه یه چیزی هست جلوش، یه چشم اونجوری، یه چشمیه. ولی به نظر من این یه نوع شخصه که میاد مثل صرافای ایران میتونه پول چاپ کنه یا پول قلابی احتکار کنه یا یه تکنولوژی هایی مثل جادو که تولید ثروت کاذب بکنه یا معجزه کاذب. ببخشید دیگه نمیتونم اضافه راجع به مطالب صحبت کنم. حالا توییتر منو ببینید، اسم من حسن صدره. یه مطالب دیگه هم راجع به این موضوع هست که خیلی جالبه. خیلی ممنون، خواهش کنم سابسکرایب کنید و این تیراژ ما، ویوینگ ما داره هی میره بالا خلاصه. ولی افکار فلسفی و عقاید من خیلی عجیبه، خیلی باید بری توی دین اسلام تحقیق کنی یا مطالعات وسیع داشته باشی که بفهمی چی دارم میگم. به هر حال خیلی ممنون، بعدا با هم صحبت بکنیم.